سلام به کانال، خوش اومدید. همطوری که از عنوان ویدیو معلومه، قبل اینکه بریم سر وقت واکترومون، یه توضیحاتی اول راجع به خود کانال میخوام بدم که چرا کم فعالیت شدم. دلیلش که سه مشکلات شخصی و مشاغل شخصی من الان زیاد شده و قطعا برطرف میشه توی مدت خیلی کوتاه، و یه دلیل دیگرش هم اینه که دارم حرکت میذارم که یک جایی رو تابستون داشته باشم، هم استودیوش کنم برای کار موسیقی و اینه که وبسایتی که دارم، و هم برای ضبط و لایو استریم و اینجور چیزا داشت استفاده کنم. و همه این مسائل قطعا تا مرداد ما حل میشه، تو مرداد همین امسال، و اگه تا مدت هم کم فعالیت بودم ببخشید به بزرگی خودتون، و همین، حرف دیگه ای ندارم. بریم سراغ این اپیزودمون. قبل اینکه اپیزود رو شروع کنم به ضبطش، دیو هم زنگ زد که اونو ضبط نکردم. دیو به مایکل زنگ زد و مایکل بهش گفت یه بار دیگه من تو رو نجات دادم، دیگه دست سر کچل ما بردارین. و دیو هم بهش گفتش که راجب همون زنی نزدم، راجب تریور زنی زدم، چون تریور که این قضایه رو بدونه چون آدم کل شقیه ممکنه برای ما خطرساز بشه دیگه، خودت میدونی با تریور یه حرکاتی حتما باید بزنی. ببینیم این اپیزود راجب چیه. این اپیزود فرش قرمز فیلمیه که مایکل تهیه کنندش بود. الان پسرش هم جیمی هم بهش مسیج داد که برو یه دونه تاکسیدو بگیر از این سوتای یه دست، قبلا هم گرفته بودم فعلا، اوتو سیو و آره میخوام آفش کنم. الله اکبر، با لیموزین میخوام برم فرش قرمز. این بچه هم بی جنبه بازی، بچه خودش به بابا گفت تیپ بزن، خودش با شلوارک اومده. هالیوود هم دیگه، هالیوود. Hey, hey, where you going with that? Woo, my dad's a movie producer! Allah, Jimmy, champagne and pirouzio va kard. Which makes me a movie producer's kid! Jimmy! I'm gonna ride out the next two recessions without ever having to work. And I'm gonna get a sports car and a drug habit! Before being on reality rehab show. And then, I'm gonna sell my story and become really judgmental. And... الان داره یه جورایی با تعریف داستان کاری که میخواد انجام بده جیمی تیکه میندازه به آدم های واقعی که تو هالیوود یا ریالیتی شوها اونجور چیزا هستن. نمیتونم توضیح بدم همه رو، چون رو مخی میشه. I'm going to make even shittier movies than my dad does, cuz I don't care about movies like him. For me, it's just an opportunity thing. Woo! Yeah! You see the Striz Edge losers? Jizzle in the movie bizzle. Hear that fine wood? You hear that fine wood? چجوری کفش نمیگیره این ماشین رو اینجا؟ شیبش زیاده. الله اکبر. Get back down here. And not to like gawk at celebrities from behind a barrier. نقیه معمولی الان نشسته پشت رول و نانچیکو و پنجه بوکس هم بغل دستش. Jimmy, read my neck rolls. Entitled. چرا پر رو بتمرک؟ Titled. Cause I am! Jimmy! Oh, Pop, chill! I'm done spraying this shizzle. Let's take a drink. پدرهای قدیم خوب بودن دیگه. یه پدرهای قدیم بودن یه چهار تا میزد پس کلش دوین زنگ زد. Jimmy, shut up a second. خفه شو بچه نمیشیم. Hey, Devin, look. I need to say about Molly, man. I'm sorry. الان پیش از اینکه دوین چیزی بگه عذرخواهی کرده داشت مایکل سر این قضیه مالی که فیلم با فیلم برداشت در رفت و مالی رفت توی فن اون فن که نمیشه گفت موتور هواپیما و رنده شد. میگه شرمنده، میگه بهت گفتم تون نرو احمق، میگه تصادف بود، خودش رفت تو، من نکشتم. میگه تو منو احمق جلوه دادی و این چیزی نیستش که من فراموشش کنم. میگه ببخشید، گفتم متاسفم. میگه منو تهدید نکن، چون فیلمه هرچی باشه میره رو صحنه.
یه آروم باش پس دوباره رفیق شیم. Hey, we're here. فرش قرمز. بریم رد کارپت. الله اکبر. You know, I'm really proud of you even though you did make it. عکس بندازین. Well, thank you, Jim. Where are the girls? They're at home. You know, they'll express their pride by showing up really late. Of course they will. و گفتش نه نه خواهرت کلا گفتش خونه هم دیرتر میان. ایوا این بدبخت هم اینجاست. الله اکبر. این که کارگردان سلیمان. But I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I'll see you in there, kid. Hey, thanks. اولین اکران فیلمه. Enjoy the picture, everyone! همه لذت ببرید. Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. I'm Laszlo from Fame or Shame. But I do some acting on the side. I was wondering if... Oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. نمواد خودش رو تو فیلم جا کنه. خودش رو معرفی کرد. گفتش فیلمی داری برای منم چیز کنم. تو اینو نگفت. قبل اینکه اینو بگه کارگردان گفت آره یه سر بزن. میتونم یه فیلم برات جور کنم. It's called The Closet. Really modern stuff. Pervert. ته مسخرش کرد. الله باشه. هم که بازیگر هست. چقدر شبیه بن افلکه. Quick question. Get in here tight. Loved the movie. Oh, thank you so much. I appreciate it. When you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that okay. was... Okay. All right, Jesus Christ. That was emotional. Stick and I just have a hug. Okay. That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Come on, let's get in there. Ah, Laszlo. Oh, shit. Come on, shit, dick. Where the hell is she? Looks like she stood you up. Hey, hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin. Devin اومد. میتونی چه غلطی میکنی؟ تبریک میگم انجامش دادیم. میبی عکس بندازیم بیا. چه خوشحالم باهات کار کردم. میبینی من اینجام برخلاف زنت مثل این که تو خونه گیر کرده. فهمید یه بلایی سده زن و دخترش خواهر رو بیارن. What's happening? Where's mom? The girls are in danger. We gotta get to the house. بابا لامبورگینی بریم. الله اکبر. دیوین مسیج رو گفت فقط 2 دقیقه وقت داری تا خودتو قربانی کنی برای خانوادت. آخرش هم یه فوش نمیشته. Because I didn't shit can the movie. And then his lawyer died and he just told me he's gonna hurt your mom. You killed his lawyer? And now he's gonna kill mom and Tracy? He ain't gonna do anything if I gotta say in it. But you fucking killed his lawyer. No, I didn't. It was an accident. I would never do anything to put you in danger. Shit. All right. Okay. الان به بچهش گفتش تصادفی بود. من نکشتم. و واقعا هم راست میگه. مایکل نکشتش. He's not a gangster or anything. No, he's not a gangster. He's just extremely rich. He says he's got all these connections. I'm sure it's just talk. Shit, what's that car? الله اکبر ریختن تو به پسرش گفت تو برو قایم شد میدونی هیچ بخاری از این بچه بلند نمیشه الله اکبر چقدر زاویه بدیه بدبختش آماده میشد اوکی یو جست استی هیر کیپ یور هدز داون بی سیف بیبی دونت یو وری اباوت می کلیر دی هاوس اول اوکوپنتس الله اکبر کانتر بازی کردم یکم عادت ندارم اصلا اینا هم ارتش خصوصی ان که دیون هم باشون کار میکرد دیگه مری ودر و اینا یا علی فایر این دو هول تا بحث کانتر رو کردم اینا فایر این دو هول بود Take
نمیر بابا. Neither do I. Just keep calm. الله اکبر. اون اسلحه چی داریم میکنیم؟ کلاش داریم. کلاش یکم استفاده. طبقه همکف دو نفر دارم میام. الله اکبر. تو خونه آدم هم زندگی نمیذارم واسه آدم. چی میچرخیم؟ شیلد اینا هم داشت کار دستمون میداد. شیلد ام پی سی ها هم داشت ما رو بکشتن میداد. نبود؟ gonna kill you. Daddy's got this. صدای شاتگان اومد. آها نه، صدای این تیر برداشتن مایکل، تیر رو که رو زمین برمیداری صدای اینا بود. مثلا چند وقتی هم بود GTA بازی نکردم، مثلا عادت ندارم، من تو فاز کانترم. یه تا ما اومدیم این ور اونا اسپان شدن. کجا یارو؟ قلقیر برای چی اومده یارو؟ یا علی یارو با ماشین آوردن تو. بدبخ الان چیکار کنه اینجا؟ تکلیف این داداشمون چی اینجاست؟ رفت تو. الله اکبر. بنده خدا رو وارد این بازی کثیف کردم. چون که مسیر رو گم کرده بود، خونه رو آدرس اشتباهی اومده بود. بریم تو. یا الله بکنم رفتن. نایت ویژن. Like that, don't you, huh? Take it off. Bad jazz. Get the fuck off me. I thought I was on that guy. So you sit on his face? It's called teabagging. I really fucked him up good though, huh? من خوب زدمش نه. It's all gonna be okay. Stay put. یه وایس اینجا زنگ بزنم من. همه چی اوکی کنم. دیوینه داشت بکشتم میداد مایکلو. Mission passed. Meltdown. هم اسم فیلم بود، هم یه جورایی به وضعیت مایکل اشاره داشت. اومدن تو خونم لستر، خونم. میگه از آماندا و بچه ها خواستم یه چند روز برم بیرون. میگه لسترم گفتش که خوشم نمیاد این حرفو بزنم، ولی مری ودر به اندازه کافی دلیل داره که دست از سرت بر نداره. همینطور دیون. نمیدونم چی بگم. این باعث میشه که عقیده توسط شده به همون سرقتی که میخوام انجام بدیم از یونیون دیپازیتوری. این نه، این که به سر جاشه. این الان یه داستان اصلی بازی هست و درگیری های کاراکتر ها، ولی این سرقت هنوز سر جاشه. اقرار فرانکلین و تریور هم اونجا باشن و دارن حرکت بزنن. اون علامت اچی که رو نقش هست. خب دیگه زنگی نیست، حرفی نبود. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشیم و تشکر ویژه از همه کسایی که روش های مختلف
با دونیت کردن و دیدن ویدیو و لایک و این رو چیزا از کانال حمایت کردن و همین که گفتم اگه تا مرداد ما باز کم فعالیت تر شدم تعجب نکنید، گرچه باور کنید که نهایت سعیم رو میکنم که فعالیتم قطع نشه. همین تا ویدیوی بعدی، خداحافظ. مایکل زنگ زد ببینیم چی میگه. پیداشون کردی؟ این کسی که اونا رو فرستاده بود تو خونمون اصلا نمیدونه قضیه چیه. در ضمن راجع به ماموریت قبلیمون هم داره صحبت میکنه، ماموریت و ویدیوی قبلی، حتما ببینید اگه ندیدین. یه دارم روش کار میکنم. بیشه اعتماد کن به من، دیگه کسی نمیاد سراغتون، من سوار قضیه هم. You're sure? I'm positive. Look, I love you, baby. I'm gonna take care of this. همین. این قضیه که به کنار، خوش اومد به اپیزود بعدی و تشکر ضمن هر ویدیو تشکر میکنم از همه دوستان گرامی که با روش‌های مختلف از کانال حمایت میکنن. قراره بریم ماموریت هایست رو، سرقت بزرگمون رو، چند تا هایست داشتیم، هایست های بزرگ و کوچیک و کدوم مسیر برم، این جی پی اس ای داره مسیر رو عوض میکنه. هایست های بزرگ و کوچیک داشتیم ولی این هایست دیگه ته هایسته، سرقتی که از جوونی مایکل و تریور و لستر میخواستن انجام بدن و الان فرانکلین هم بهشون اضافه شده و تو این سرقت از یونیون دپازیتوری میخواد بهشون کمک کنن، میخوان قضیه سرقت رو پیگیری کنن شدید. برگردیم پیش لستر جون یا علی، از در پشتی بریم تو، نمیشه بریم از در پشتی تو، الله اکبر، باید این همه را از اون بر برم دوباره تو این کلابی که تریور قرق کرده. بدبختی لستر زد جای خودشو ترکوند، الان باید بیان اینجایی که تریور اوکی کرده، صحنه های منشوری داره برای سایت های ایرانی که میخوام آپلود کنم، دهنم سرویس باشه اینجاشو کات کنم. الله اکبر، ببینم میتونم بدون اینکه سانسور کنم مسیر رو تیک کنم، اصلا نمیبینم چیزی. اینا چیزی نیست دیگه، چند صدام ثانیه است. گرچه من ویدیوی زیاد دیدم توی آپارات و سایت های دیگه که حتی از نظر سانسور رو نیاز داشتم بهش، فاجعه است، اشتباه آمدم باید 10 ساعت مسیر رو برگیم، ولی خب سانسور نمیشه اصلا. یک زاویه دقیقا میفهم سانسور چه صدا و سیما چه حسی داره. موبل بلکن، همین رو آپلود میکنم بریم چی میشه. بعد از اینجا میرفتم، کجا باید میرفتم اصلا؟ از همینجا باید میرفتم، اشتباه رفتم، اشتباه زدم. لباس چتر بازی اینو در نیاوردم، بدبخت هنوز با این. The one who likes to talk. Watch your back, you two. That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you, excuse me, huh? تریور هم یه جوره انگار بو برده از اینی که میخوان سرشو بکنن زیر آب. الله اکبر. Enough! Thank you. Okay, this is it. We have two options. They're both a little out there, but then again, what do you expect? Okay, option one. We hijack their armored cars. We take the crews hostage, and then we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. We need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. But option two. همیشه داره برنامه سرقت رو میگه لستر. We cause a distraction out front, make them think we're dumb. Well, we've never had a problem convincing people of that, have we? دوباره تیکن.
آپشن ها رو گفت دیگه. آپشن اول گفت، اینم از آپشن دوم که داره میگه که سر و صدا رو میندازیم و فکر میکنن که ما یه کاری میکنیم، فکر کنن ما احمقیم. و مایکل هم گفتش که ما همین طوریش که کلی کار میکنیم که باعث میشه همه فکر کنن ما احمقیم. The other guys will be drilling, taking what they can. You're going to be the distraction. Always the attention seeker. مایکل هم حواس پرت کن میشه. He has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, let me show you the board. To recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. یه آپشنش اینه که به زور برن با روشایی که خودشون رو در سر دارن طلا رو بگیرن، و یه آپشن هم اینه که مخفیانه برن یه سوراخی درست کنن و طلا رو از اون ساختمون بکشن بیرون. و هر کدوم هم میسه یه نیازهایی دارن. اگه میخوان سوراخ کنن اونجا رو، خب یه دریل بزرگ میخوان که باش تونل حرف میکنن، باید اونو بدوزدن. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway. و از یه جایی که دارن برای مترو میکنن میتونن برن ماموریتشون انجام بدن. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough and then modify it as much as you can to increase your chances of getting. گفتش که تریور هم که هلیکوپتر داره و میتونه کمکمون کنه، و رفیقای هم که رو زمینن ماشینای خوبی میخوان، باید ماشیناشون رو تیون کنن و مودیفای کنن. It's got to be stored in a parking garage near the UD. There's going to be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. That's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more subtle approach, hijacking the armored cars. اینا همش راجع به اونی که راه بود که منم اونو نمیخوام انتخاب کنم، خیلی بدبختی داره، این باحالترم است. یه سری از این پلیس استینگرها میخوان که میندازن کف زمین، لاستیکا رو پنچر میکنه. در واقع با این روش میرن ماشین رو خالی میکنن، ماشینی که داره طلا رو میبره. What else? You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. سه تا getaway car قوی می‌خوایم برای، یعنی سه تا ماشین قوی می‌خوایم برای این سراغاتمون. Whoa, man, a couple of tons. 4 tons in total. That's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck. و بعد ساسپنشن و تعلیق و ایناش همش آب مودیفای بشه، چون گفتش که 4 تن طلا در مجموع قراره بدوزیم. Okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Now that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that. و یه جایی رو مشخص کردن از همون گشتی که زدن اپیزود قبلی، برای اینکه دودزا بندازن و گم و گور شن اینجوری از دید پلیس. مایکل، subtle or obvious, what's it going to be? Subtle یا obvious. Subtle میشه همون زیرکانه راه دوممون، و obvious که در واقع اینجا A و B جا به جا زده. Obvious همون راهیه که تونل بکنیم و اینا، ولی من راه اول انتخاب. You want him to give you the medal? Okay, well it's going to take a big crew. Two gunmen, two drivers, and a hacker. یه هکر میخوان، دو تا درایور میخوان، چقدر چیز. Second gunman is there to take down the armored cars and bring the hostages to a safe house. خب، select a gunman to hire. بذارید چف رو انتخاب کنم. دومی خیلی مهم نیست، چون گفت گروگانا رو میخواد ببره به خونه هاشون، کار خاصی نمیخواد. Daryl, I'm not hearing great things to be honest, but you just might be able to do this with him. Driver number one takes the wheel in the fourth getaway car, is going to be at the bank with you and help loading. They're a key part of this. Driver number two helps you hijack the armored cars and will be in charge of replacing the tires your stingers ripped out. خب، درایور اولمون هم نقش مهمتری داشت بنابراین. Okay. This one's new blood. I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure. Now, the hacker, they're going to break into the traffic system, buy you some time coming out of the bank, if you need it, but we might be cool. و هکرمون هم گفتش که
کمک میکنه ترافیک رو چیز کنه، یعنی ترافیک شهر رو براتون اوکی کنه، چراغ ها رو سبز کنه براتون و اینا. و من این ریکیو انتخاب میکنم که تو بازی هم قبلا باش کار کردیم و قضیهش جداست، درصدش هم کمه. We'll only get one shot at this thing. Is this the shot we want to take? آره. Okay. We need those stingers and the modified getaway cars. I knew you'd like that. Sounds kind of fruity if you ask me. Nobody asked you. Look, this is our only hope. You control traffic in this town, you control the streets. I think it could work. It will work, as long as we're ready to move now. Come on. I'll take you to the equipment. خب. بریم ببینیم چی داره برام مستر. بسم الله. کجا رفتین؟ خب اینا که رفتن ما هم بریم دیگه. بریم گموگورشیم، بریم سراغ کار زندگی. الان باید بریم دنبال تک تک چیزهایی که برای هایست نیاز داریم. تریسی زنگ زد، دختر من کرد. اوکی بابا؟ آره. Cause some guys came to our house with automatic weapons, maybe? I'm dealing with that, honey. You don't need to worry. میگه سر اون قضیه نگران نباش. پول مهم نیست وقتی که مردی بابا، دیگه وقتی مردی پول به درت نمیخوره. زارت. بذم ببینم. مأموریتامون زیاد شده الان. همه کاراکترها ولی خیلیاش مشترکه برای هایست. الان باید مسیجا و اینجور چیزا بیاد کم کم که ببینیم اون استینگر پلیس از کجا بیاریم که چرخه رو پنچر میکنه. خب لستر که یه مسیج داد، ببینیم چیه. There is an activity van holding spikes. خب یه لوکیشن داد، گفتی این ون پلیس هست که اون وسیله هایی که پنچر میکنه رو در اختیار داره و الان علامت اون رو فکر کنم نقشه زده. و الان هم که مسیج جدید داده راجع به این ماسل کار ها. ماسل کار هم سبک ماشین هایی که مثل فورد موستنگ هست، ولی ماشین های قوی هست. It's just an online persona. It was satire or parody or something. I didn't mean it. Jim, you're taking me up Banham Canyon in this charcoal color landstalker to punish me for trolling you? If only someone would save me. جیمی یه کسی رو ایسکا گرفته ازش تو فضای مجازی تیکه انداخته، بعد یارو اومده واقعا دزدیدتش، بعد الان جیمیه داره یه جوری باید تلفن صحبت میکنه که یارو نفهمه داره درخواست کمک میکنه از باباش. Help Jimmy. Kid. I'll be there soon. Yeah, that was all me. You really are funny and interesting guys. I mean, یه جوری همونطور که گفتم داره با یارو صحبت میکنه، اما گوشی رو روشن گذاشته و یه اطلاعاتی که نیازه رو به باباش میخواد بده که بیاد پیدا کنه. Any attention is good attention, right? Save Jimmy. لوکیشنش هم حدودی گفته بود. ببینم. این نگفته بودم انقدر اپ های امروز الان لایو لوکیشن میشه بدی راحت پیداش کنم. کلن درد سر میگن بچه و الان میتونید کاملا مشاهده کنید. بدبخت بابا را از کار و زندگی انداخته بقیتر اینکه یک کسی رو فوشموش بهش داده تو فضای مجازی، باید بره بچه را از مخمصه نجات بده. کجا هم هست؟ دو مایل و خورده ای اون برتره، 3 کیلومتر خورده ای. در خود مسیرش سر راسته. مأموریت ها آپشن دار رو من نمیدونم انجام ندی چی میشه، گرچه من خودم همیشه انجام میدم. خب بدبخت ها کد نویسی کردن داستان دیگه، برای چه آدم رد کنه میتونه انجام بدی. ولی مشتاقم بدونم اگه انجام ندی چی میشه، این دوباره زنگ میزنن کلن دیگه زنگ نمیزنن مأموریت میپره. خب احساس میکنم اونا هم تو حرکت هم
آره دیگه اونا مالتو قاعدتا باید تو حرکت باشن. دوباره زنگ زد. Eyes front, okay? There's no reason at all to be suspicious of anyone behind us. And if there was, he would just be there to warn you. He would definitely not kill you. Definitely would not kill you. Shut up, troll. You gave up your right to free speech when you insulted a celebrity on the internet. It was a couple of comments, some colorful language. چند تا کامنت گذاشته سلبریتی تو این کرد. You're the comedy writer. Deal with the heckle. I blocked you. You started another account. I blocked you again. You started another. دیگه بلاکت کردم. اکانت ساختی دوباره دوباره بلاکت کردم با یه اکانت دیگه اومدی. You're having the money and the resources to trace your IP. I count on you having better things to do. Well, I don't. IPشو ردیابی کرده رفته سر راه. It's given me the recognition I've been denied my whole life. I can make snarky comments and glib pronouncements and lap up the adulation, banishing any form of dissent. I'm a king, and Bleeder is my kingdom. Okay, that's pretty sad. در واقع این معمولیت جوری نقدی بود بر که فضای مجازی چقدر میتونه فضای بدی باشه برای افرادی که اصلا تو زندگی واقعی هیچی نیستن و توی فضای مجازی تبدیل میشن به شاخ. دیگه do not kill the kidnappers. نکشیدش. حتما. بذار ببینم. اسلحه نمیتونم بکشم. بذارم. پنچرش کنم. That's my dad, you a-hole. Oh, he's gonna fuck you up properly. Oh, really? How big's his herd, huh? The size of your herd? Don't matter when you're a total badass psycho, you Allahu dick. Akbar. Daddy's boy. Read the tattoo, kid. Yeah. What's it say? Entitled, because I am. Horrible little troll. Dad! Dad! چجوری ماشین اومد بالا از اونجا من نمیدونم. You got my son in there. تسلیم شد دیگه. چرا تو تیر ترقه در کنیم میترسم. دستی کشید دیگه. یه سوار شو بریم بچه. الله اکبر. تلش رو تو تکون بده با من از کار زندگی انداختی. بی تربیت هم که هستی. Are you sure? Cause the dude holds like a grudge and I'm like his nemesis. I wouldn't go that far. Look, he thought you were a fat little nobody. Now he thinks you're a fat little nobody with a badass for a dad. He'll stay away. But I'm like his troll, Pop. Hey. نم حال روز مایکل بدبخت. شانس ندیدم. Kind of shaken up, Dad. Could you drive like a sane person? Call me an idiot, but a troll? Jim? What's a troll? Like a joker on the internet. What sort of joke? گفتش من ترولم یه جوری تو اینترنت. مایکل گفت ترول چیه؟ گفتش ترول یه کسی که مسخره میکنه تو اینترنت. Sort of mean jokes. Like what? بعد میگه. Someone posts something and you're all like, that sucks, you suck, dick. Oh, so jokes that aren't funny. No, you don't get it. Humor comes with repetition. Like, you say it once, big deal. Then you say it again, and again, and again, and again. Okay. Like, the other day, he posts this picture of his newborn, and I'm all like, damn, son, that right there is one ugly-ass motherfucker of a baby. بعد بقیه بچهش پست گذاشته بوده و جیمی گفت کامنت گذاشته بودی که چقدر بچهت ایک میری و در و داغونه. بدبخت بچه هم مشکل کروموزومی داشته. بابا هم از سرش خورد. Maybe that one was a little OTT, but it's generally really good times. Yeah, good times, great times. The fucking fun you have.
driving is making me wish I was still kidnapped. Hey, hey, hey. بچه رو تو پیاده کنیم برو مسخره بازیت برس بدرود. The troll is back in his lair. Now stay off the internet for a while and don't wind people up so much. I learned my lesson, Dad. I did. Yeah, sure. And I'm a tax account. خوف. Your car, Ray. اینا از این میشنمون پس شد. Oh yes. حالا تازه میتونیم بریم سراغ هایستمون. داشتم ماسل کار رو میگفتم. 4 ماسل کار هم هست. لوکیشنش رو ایمیل کرده برامون. ماشینه قوی و همزمان پرسرعت مثل فورد موستنگ و اینا رو بهش میگن ماسل کار. قرار اونا رو هم بریم بدوزیم و مادیفای کنیم. بذار ببینم الان دوریم خیلی از این هایست اولمون. اینا رو بذاریم برای ویدیو بعدی سر فرصت میریم سراغشون. تا ویدیو بعدی پس خداحافظ بدم.